خانم ها آقایون خیر مقدم عرض می کنم خدمتتون با پوزش از اینکه با چند دقیقه تاخیر داریم شروع می کنیم. من رویا کاشفی هستم، مسئول حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران. به نوعی به قول انگلیسا دو تا کلا رو سرم دارم امروز، هم به عنوان مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران اینجا هستم، هم به عنوان کسی که یه مقداری در هماهنگی کردن کنفرانس نقش داشته. یک کمی در رابطه با انجمن پژوهشگران ایران براتون میگم اگر که آشنا نیستین. انجمن 22 ساله که به فعالیت خودش ادامه میده در پاریس. اولین ثبتش بود در ماه جولای 1992 به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی، بعد در انگلیس، در واشنگتن و در آلمان و بعد در زوریخ. زوریخ هنوز ثبتمون رسمی نشده ولی به هر حال اونجا هم دفتر دادیم. چندین ماه هستش که با کمک و همکاری دوستان عزیزمون اینجا توی کالیفرنیا، اینجا هم داریم سعی میکنیم که فعالیت داشته باشیم و این اولین دفعه هستش که مهمون شما هستیم در کالیفرنیا. انجمن تلاشش به این بوده که در طول این سالها بدون هر گونه برخورد فکری یا عقیدتی کارهای خودش رو انجام بده و در 48 کنفرانس قبلی که داشتیم خوشحالم بگم که تونستیم این کار رو بکنیم و از دیدگاه های مختلف ایرانی هایی که متخصص هستند به دور محور سوژه هایی که کنفرانس بوده گرد هم آمدیم و صحبت کردیم. این 49 کنفرانس ما هستش که داریم ترتیب میدیم و در طول این سال ها همه فیلم ها و مقالاتی که ارائه شده موجوده. فقط تونستیم به دلیل مشکلات مالی که همیشه کارهای ایرانی فکر میکنم داره 11 جلد کتاب چاپ بکنیم. کلن فعالیت‌های ما فقط به لطف و همکاری دوستداران و داوطلبانی هستش که به انجمن کمک کردند و همیشه ما اعلام کردیم که اگر مثلا کتاب‌های ما تونسته چاپ بشه با همکاری و حمایت چه فردی بوده و به چه ترتیبی تونستیم این کار رو بکنیم. این اولین کنفرانسی هستش که شما در کالیفرنیا مقداری از لحاظ مالی ما رو حمایت کردین که خیلی ممنون هستیم. حالا بعداً در تشکرهای آخر کنفرانس لیست بلند همه چیز رو خدمتون ارائه خواهیم کرد و در نهایت هم اونجاییش که به حرف انجمن پایان میخوام بدم این هستش که از هر کسی با هر فکر، عقیده، مذهب، مسلک، باوری که هستش دعوت میکنیم که با کارهای ما آشنا بشند و با همکاری با ما بتونیم با هم برای آینده بهتر برای ایران قدم برداریم. اما در رابطه با این کنفرانسی که الان ما اینجا پیش رو داریم، این سومین کنفرانس اضطراری هستش که ما در رابطه با اعدام در ایران، حق حیات و کیفر مرگ برگزار داریم میکنیم و دو کنفرانس قبلی دو دستاورد داشته. کنفرانس اول که در ماه آذر 1388 انجام شد منجر به این شد که با حضور طیف گسترده‌ای از احزاب و سازمان‌های ایرانیان گوناگون مختلف ایران و سیاسی یک کمپینی به وجود آمد به عنوان کمپین صدای هم باشیم و تلاش به این شد که اسامی تمام زندانی‌های عقیدتی سیاسی فراهم بشه. روی وبسایت انجمن ما صفحه‌ای رو درست کردیم. هر کسی در اون مقطع محکوم به مرگ بود به دلیل باورش، به دلیل عقیده سیاسیش، ما این رو پرونده ساختیم برای هر کدوم و بلافاصله بعد از کنفرانس که ماه دسامبر بود در مارسش به شورای حقوق بشر و بعد نشستی که به خصوص در رابطه با اعدام در ژنو بود ارائه دادیم و همینطور این اون کمپین به کار خودش ادامه داره میده. متاسفم که بگم از اون لیستی که اون سال داشتیم 14 نفر اعدام شدند و 26 نفر هم بهش اضافه شده. هادی که به کنفرانس شد به دلیل حضور گروه ها و افرادی که اونجا بودند پیشنهاد به وجود آوردن یک ائتلافی برای مبارزه با اعدام بود که باز دوباره فرقی نداره که شما سیاسی هستید، حقوق بشری هستید، مدنی هستید، اگر با اعدام مخالفید با هم بتونیم راهکاری رو پیدا بکنیم که به چه ترتیبی به بهترین وجه میشه کمپینی رو داشت که بتونیم این کار رو بکنیم که مثلا اگر کسی محکوم به
اعدام میشه در ایران، ما اینجا سیستم هایی رو داشته باشیم از لحاظ اطلاع رسانی، از لحاظ فعالیت های بین المللی که میتونیم انجام بدیم، با در نظر گرفتن ارتباطاتی که همه ما در سراسر دنیا داریم. به هر حال ظرفیت حدود 5 میلیون ایرانی خارج از کشور غیر قابل انکاره و یکی از خصوصیات خاص جامعه ایرانی خارج از کشور علاقش به ایرانه و همیشه درگیر بودن با اتفاقاتی که در ایران میفته. برای این کنفرانس خاص که داریم، شما اینجا حضور دارید و با ما از سراسر دنیا هستید از طریق اینترنت و تلویزیون های ماهواره‌ای، ما یک مسابقه، حالا نمیدونم کلمه درسته یا نه، دعوت کردیم که شعر و ترانه در رابطه با مبارزه با اعدام برای ما ارسال بشه. چندین متن به ما سروده، به ما ارائه شده، هم روی فیسبوکی که درست کردیم آمده، هم به انجمن ایمیل شده. خوشحالم که بگم مرتضی خواننده معروف ما، او هم یک ترانه از ایران قبلا براش فرستاده شده بوده. او ترانه رو موزیک روش گذاشته و تا اونجایی که میدونم 3 نفر از خواننده های ایرانی، لیلا فروهر، ابی و ستار، صداشون رو روی این گذاشتند و 3 نفر دیگه هم قرار صداشون روی این ترانه بیاد و علیرضای میبودی هم دکلمه ای کرده روی این ترانه. منو اعدام کن، شاید دلت لبریز شادیشه. منو اعدام کن، اعدام واسه این ملت عادیشه. نگاه کن دور میدونن، به من سنگ میزنن مردم، دارم میمیرم از گریه، داره فریاد میشه گم. تعجب میکنه بارون، چشای مادرم خیسه، دیگه نیستم تو آغوشش، بگو تاریخ بنویسه. بگو اعدام نه هرگز، بگو با قدرت و فریاد، که از جون دادن انسان دیگه راضی نشه جلاد. به خون من تبرک شه، منو اعدام کن، قلبم یه ضرب در گیر این شک شه. همیشه فکر میکردم یه جور دیگه میمیرم، بلیت مرگمو بفروش، ازت پولی نمیگیرم. نفس کم کم داره میره، چشام سیاهی میبینه، غروب من واسه مردم چقدر انگاری شیرینه. بگو اعدام نه هرگز، بگو با قدرت و فریاد، که از جون دادن انسان دیگه راضی نشه جلاد. دانه از من رویش از تو، خواهش از من بخشش از تو، زخم از من درد از من، مرهم آرامش از تو. من گناه کردم ببخشا، لذت بخشایش از تو. منو اعدام کن، اما بدون که مرگ این تن نیست، تن تو بالای داره، نه این مرگ تن من نیست. منو اعدام کن، اعدام واسم مرگم یه تسکینه، آخه حتی خدای من
نشسته مرگو میبینه، نفس کم کم داره میره، چشام سیاهی میبینه، غروب من واسه مردم چقدر انگاری شیرینه. بگو اعدام نه هرگز، بگو با قدرت و فریاد که از جون دادن انسان دیگه راضی نشه جلاد. بگو اعدام نه هرگز، بگو با قدرت و فریاد که از جون دادن انسان دیگه راضی نشه جلاد. نمیتونست اینجا پیش ما باشه، براش اصلا امکان پرواز 11 ساعته نبودش از فرانسه به اینجا و قول داده اگر ما یه زمانی در اروپا نزدیکترش جلسه ای داشته باشیم، به دلیل اینکه همچنان فعالیت زیاد میکنه علیه اعدام اونجا حضور داشته باشه. ولی اگر که فیلم ایشون آماده هستش، فیلم به انگلیسیه و مکالمه ای هستش که با دکتر فرهاد عاملی که مشاور حقوقی ACI International Inc. که سازمان غیر انتفاعی هستش که ما اینجا در کالیفرنیا و در واشنگتن به ثبت رسوندیم، بشنویم. صحبت سناتور بادینتر رو لطفاً. How do you evaluate the situation of the death penalty, capital punishment in Iran? It's an absolute disgrace for the Iranian people. Nowadays, the present regime in Iran is a regime of legal murderers. There is no country in the world when you compare the number of executions with the population that has a higher figure than Iran. It's a bloody record, and that's why I say it's a disgrace for the great Iranian tradition of culture and humanism. Furthermore, when you look at the practice itself, the Iranian authorities, the Iranian regime now, violates all the fundamental rights which are enshrined in international conventions. You have no right for no state to execute young people less than 18 when they committed the crime. It's in the pact, a civil and political rights pact of the United Nations. This has been signed and ratified by Iran. Nevertheless, today we know that youngsters at the time of the crime have been hung, violating not only the moral principles, but the international commitments of the Iranian state. Women in most countries where they have death penalty, most usually women are not sacrificed by the death penalty. But in Iran they are, and in the most terrible conditions. The whole world has been shocked at the news
that Iranian women were sentenced to death by stones throwing, lapidation. These factors also contribute to the disgraceful, to the shameful image of the Iranian state. Of course, it's a Mullah regime, but nevertheless, it appears as being an Iranian practice. What a disgrace for this great civilization and this great people. So how and when, under which modality, do you think that this capital punishment should be abolished in Iran? History tells us that there is a most favorable time is at the overthrowing of the dictatorship regime, because death penalty is tied up in history and in the mind of the people with dictatorship. One of the constant mark of dictatorship all over the world is practice of death penalty, largely like in Iran, just to show that the state has power of life and death over the citizen and the people. When the dictatorship collapses, is overthrown, then is the time, because death penalty goes with dictatorship. Therefore, when dictatorship is overthrown, then necessarily is the time for abolition of death penalty. And it should be inscribed, written in the new constitution itself to mark that fundamental change in democracy. The state has not the right to take the life of the citizen. And do we have other examples of this change? Constantly. When you look at what happened in Europe, the Germans, immediately after the Second World War, the collapse of the Third Nazi Reich, in a new constitution, which is called the Fundamental Law, and which is so important in the Germany culture nowadays, a democracy, death penalty has been immediately suppressed. Italy, after the collapse of the fascist regime and at the installment of the Republic, same. More significantly, even in the more recent days, in Spain, where Franco, the fascist regime, had used death penalty almost till the end in 1973. When the new constitution was adopted, it was mentioned that the Kingdom of Spain refuses now death penalty. It's prohibited. Same with Portugal after the collapse of Salazar and the fascist regime. Same with the Greek Republic of the Colonels. Same in the eastern part of Europe when the communist regime collapsed. Everywhere they suppress death penalty. So it's the right time, because it shows that death penalty is tied up with dictatorship. Once dictatorship, whatever type of dictatorship, has collapsed, death penalty should disappear with it. And that's the best moment. And how can you assure the population that the suppression of capital punishment will not change anything in the security of the society?
the proof of it, you have it undoubtedly in all countries which have suppressed death penalty, and you know that nowadays it's a majority of states in the world which have abolished death penalty. It was not like that 30 years ago, but now it's a fact. And considering each of these countries, each of them, nowhere you have seen an increase of bloody crimes. Nowhere. It's a fact that is inscribed, written in all the inquiries made by a very independent institution, the Council of Europe, for the countries in Europe. Nowhere you had seen turning back again to death penalty. Why? Because it appeared that it was useless and, of course, I would say perverse by all the evils which in the practice goes with death penalty. Just think of this simple fact in democracies. The elected leaders, naturally, I would say, feels that they should be re-elected. It's a human move. The proof of, by the re-election, that the people is satisfied with us and personal ambitions. But if you had seen in democracies, Germany, Italy, in England, in Spain, in France, you had seen immediately after abolition of death penalty later, an increase in bloody crimes, in the worst crimes. The people have said, no, this is impossible. We cannot accept that. And the governments and the leaders want to be reconducted, re-elected. They would have to re-establish this penalty. Nowhere, never. Because the evidence is there, with or without death penalty, bloody crime follows its own path. The murderers, they don't consult the penal code before acting. Some countries, notably of Anglo-Saxon culture, have turned to the abolition by a period of moratorium, 5 years, to see what happens. And this has been true in England, this has been true in Canada. And in Canada especially, they have followed very carefully during the 5 years of the moratorium what was the curve of crime. Mm. And Prime Minister Trudeau, at the end of the 5 years, went to Parliament and said, proof is made, and therefore we shall not keep death penalty, which is a moral disgrace for Canada. It's useless, it carries on injustice, it's racially prejudiced. We don't want that. And it has been suppressed and, of course, never re-established. So you see, moratorium, 5 years, you see how it works, and then you make up the final decision. That's probably the most democratic and the easiest way to bring abolition. Just one last question, two sentences in short. How should the NGOs act towards the population? Always remind the leaders of their promises. Tell them that death penalty abolition is just a matter of political courage.
moral conviction, and a simple law. It's written now in many constitutions. Abolition is also inscribed in many, many international conventions. So it's only a matter of political courage. That's all. So the ONG should remind the leaders that they should be up to their convictions. Thank you very much for this interview. Je vous en prie. خیلی ممنونم. یه خلاصه ای اگر از صحبت‌های آقای بادینجر بگم، اینطور که گفتند کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردند به هیچ عنوانی رشد در جرایمی که قبلا مجازات اعدام درش بوده دیده نشده و هیچ گونه خطر بیشتری هم در جامعه به وجود نیامده چون که مجازات اعدام لغو شده بوده و تاکید بر این که هرگز گفته نشده که با داشتن مجازات اعدام جرم کمتر شده و با برداشتن مجازات اعدام جرم کمتر شده و این تاکید رو داشتند که مثلا کشورهایی که مثل خود فرانسه که در دهه 80 یعنی فقط الان حدود 30 ساله که مجازات اعدام برداشته شده، اگر که بعد از برداشتن مجازات اعدام می‌دیدن که به صورت ناگهانی رشدی در جرائم در کشورشون شده، خب طبیعتاً میتونستن برگردونن و یا نماینده‌های مجلسی که در کشورهای دموکراتیک هستند و معتقد به نبودن اعدام هستند، اگر افکار عمومی اونقدر تأثیر می‌داشتش یا به دنبال مجازات اعدام بود و یا خودش رو در خطر احساس می‌کرد، دوباره بر می‌گردوندن مجازات اعدامو که طبیعتاً اتفاق نیفتاده و روند این هستش که بیشتر و بیشتر کشورها در دنیا مجازات اعدام رو لغو می‌کنند و پیشنهادشون در مرحله اول تعلیق مجازات اعدام هستش که ببینند که در جامعه چه اتفاقی می‌افته تا بعد در نهایت به لغو مجازات اعدام برسه و پیشنهادشون به NGO ها این بودش که به یاد سیاستمداران بندازند که باید شجاعت سیاسی داشت تا جامعه رو بشه به سوی پیشرفت برد و یک قانون کوچیک به حرف ایشون. به هر حال با تشکر از آقای دکتر فرهاد عاملی، آرش ادیبزاده که فیلم برداری کرده بود و سناتور بادینجر که وقتش رو به ما داده بود. برای این نشست ما چندین پیام از داخل ایران رسیده و یک پیام هم از واشنگتن. با هم گوش میدیم به چند تا از این پیام ها. اولیش از آقای دکتر هرمیداس باوند هستش به عنوان سخنگوی جبهه ملی ایران که خواستند حمایت خودشون رو از مبارزه علیه اعدام و موضع جبهه ملی اعلام بکنند. جبهه ملی ایران بر اساس پایبندی دیرینه خود به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق، به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های اختیاری آن ناظر به توقف مجازات اعدام، حمایت و پشتیبانی خود را از تحقق این هدف انسانی که فرایند قرنها کشش و کوشش جوامع بشری برای نیل به چنین ارزش‌های انسانی جهان شمول است اعلام می‌دارد. باشد که مساعی مجدانه همگان در راه حصول این مقصود قرین موفقیت گردد. با درود فراوان، هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران. ممنونم. پیام دومی که داریم از آقای مهندس کوروش زعیم هستش که عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هستند و ایشون هم
برای ما حدود 5 دقیقه از تلاش ها و فعالیت هاشون در طول این سال ها صحبت کردند که اون رو هم با هم میشنویم. شماره 2 لطفاً. با درود به باشندگان و شنوندگان این همایش و با سپاس از برگزار کنندگان از اینکه به من این فرصت رو دادن سپاسگزاری میکنم. از اینکه مخالفت با اعدام تبدیل به یک موج جهانی توسط ایرانیان شده شادمان و امیدوار هستم. من نه تنها با اعدام مخالف بودم، با زندانی و منزوی کردن مجرمان هم در شرایطی که اکنون جاری است مخالف هستم. من دیدگاه خودم را در سال 55 و سپس در سال 70 با ارائه طرح‌هایی برای لغو اعدام و تبدیل دوره‌های زندان به بازآموزی و یک زندگی سازنده و سودمند برای جامعه ارائه دادم. هرچند لغو اعدام آن به غلط به قصاص ارتباط داده شد و نقدهایی به آن از سوی برخی مراکز مذهبی منتشر شد، ولی بخش لغو زندان کنجکاوی‌ها را برانگیخت و من در پی آن طرحی برای زندانیان بزهکار پس از آزادی از زندان در راستای بازسازی و بهبود زندگی آنان ارائه دادم که تا حدودی هرچند اندک تاثیرگذار بوده است. من حتی چند پیش مقاله‌ای با عنوان دیکتاتورهای افتاده را نباید اعدام کرد نوشتم و دلایل خود را ذکر کردم. بنابراین دیکتاتورها اگر می‌خواهند کنار بروند نباید از ما بترسند. به هر حال آرزو و هدف من این است که روزی هیچ اعدامی و زندانی در جامعه ایرانی نداشته باشیم. البته روی سخن من با زندان و اعدام سیاسی و عقیدتی نیست که به کلی غیرقانونی، ضد بشری، مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر و در نظام‌های پیشین و کنون ایران حتی مغایر با قانون اساسی خودشان بوده و هست. اعدام‌های سیاسی و عقیدتی که خانواده ما هم در هر دو نظام از آن بی بهره نبوده و خودم هم تا نزدیکی آن رفتم باید جنایت علیه بشریت شمرده شود. زیرا وقتی یک نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه مخالفان سیاسی خود را زندان یا اعدام می کند، در واقع از امکاناتی که همون جامعه به او داده و اعتماد کرده که برای امنیت و رفاه و پیشرفت مردم به کار برده بشود، برای سرکوب همان مردم که به او اعتماد کردن به کار برده گرفته میشه. این رو من شورش حکومت علیه مردم کشور خود میخوانم و خیانت در امانت. برای بازدارندگی یاغیگری حکومت ها علیه مردمشان، از آنجا که قانونهای دیوانی کیفری بین المللی فقط برای جنایتهای گروهی تدوین شده، ما در ایران باید پیشگام نخستین قانونهای نوین برای جنایتهای ضد بشری حکومتها علیه شهروندان خودشان شویم که زندان و اعدام سیاسی و عقیدتی را شامل میشه، برای اجرا در کشور خودمون تدوین کنیم. شاید دیگر کشورها هم از اون پیروی کنن. من الان مشغول نوشتن پیشنهادی در این زمینه زیر عنوان قانون مجازات جنایات بشری علیه شهروندان هستم. اعدام یه فرد بزهکار و یا قاتل یک اقدام انتقام جویانه و در تضاد با حق طبیعی زندگی، بیانیه حقوق بشر و آموزه های اخلاقی دینی و فلسفی جهانه. جوامعی که بزهکاران را اعدام می کنند در واقع به نادانی، ناکارآمدی و سوء مدیریت نظام اداری خود اعتراف و با پاک کردن صورت مسئله فرافکنی می کنند. جامعه باید نسبت به شهروندان خود احساس مسئولیت کند. بیماری در جامعه فقط قلبی و سرطان و قند خون نیست. بیماری می تواند بیسوادی باشد، فقر باشد، پرورش نادرست باشد و بیش از همه ناکارآمدی و فساد نظام سیاسی و اقتصادی و حکومتی باشد. بیشتر اعدام ها در سراسر جهان علیه طبقه محروم و فقیر جامعه انجام می گیرد. کمتر ثروتمندی دچار این گونه مجازات میشه. این واقعیت به ما این درس رو میده که مهمترین اقدام برای کم کردن بزهکاری و جنایت در جامعه این است که جامعه را از فقر درآوریم و با بالا بردن سطح آموزش دانایی جامعه را ارتقا دهیم. ترس از مجازات اعدام یا زندان فقط میتواند از جنایات از پیش طراحی شده بکند، ولی هیچ اثری
سوی جنایت‌های آنی ناشی از مسائل روانی، ناموسی، خشم، شهوت، حرص، نیاز، دیوانگی و یا جنایت‌های سازمان یافته ندارد. با افزایش اعدام‌ها در سال‌های اخیر در ایران، بزه و جنایت هم افزایش یافته. در آمریکا هم استان‌هایی که اعدام می‌کنند هیچ کاهشی در جنایت تجربه نکردند. در بسیاری کشورها از جمله جمهوری اسلامی فرایند دادرسی آلوده به تبعیض‌های مذهبی، جنسیتی، پیش‌داوری، کمبود پژوهش و مستندات و البته فساد مالی و سیاسی است. حتی در نبود این کاستی‌ها، داوری یک انسان توسط انسانی دیگر خطاپذیر است. همان گونه که شما می‌دانید در آمریکا اشتباه دادگاه در تشخیص گناهکار بارها تجربه شده. من امیدوارم که موج کنونی کارزار برای لغو اعدام در ایران به نتیجه برسه و کشور ما پیشگام همه کشورهای اسلامی بشه که این مجازات اعدام را دارن. با سپاس که از من را تحمل کردید. روز شما خوش. پیامی بود از آقای مهندس کوروش زعیم که عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هستن. آخرین پیامی که از ایران برای ما فرستاده شد که ما امکان پخشش رو داریم از آقای دکتر محمد ملکی هستش، شماره 3. با سلام و درود و عشق و آرزو برای خانم ها و آقایان شرکت کننده در این نشست، فرهیختگانی که از این همه خون ریزی در ایران و اعدام های بیرویه خسته شدند و متوجه هستند که این قبیل اعدام ها چه عواقبی برای ایران عزیز و مردم ما در پی خواهد داشت. باید یادآور باشم که مسئله اعدام در ایران مربوط به امروز و دیروز نیست. از فردای تغییر نظام، حکومتی که خود را اسلامی می نامید شروع به اعدام های سبانه کرد. اعدام هایی که در آنها در احکامی که برای آنها صادر می شد هیچ اصولی از اصول قانونی، انسانی و حتی اسلامی رعایت نمی شد. این اعدام ها ادامه داشت و دارد تا امروز. فراموش نکنیم در دهه 60 چه تعدادی از بهترین فرزندان این مملکت اعدام شدند. من خودم شاهد بودم که بعضی از شبها صدها نفر به جوخه اعدام سپرده می شدند. ما چه می خواهیم؟ اونهایی که تشکیل لگام را دادند یا لغو حکم اعدام رو چه میخواهند؟ میگویند بس است، دست بردارید از این همه خون و خشونت. هدف شما از این همه اعدام چیست؟ اگر به قول خودتان میخواهید از جرم و جنایت بکاهید، آیا در این 35 سال با این همه اعدام جرم و جنایت در ایران کم شده؟ خودتان اعتراف دارید که نه تنها خلافکاری ها در ایران کم نشده، بلکه روز به روز بر آن افزوده می شود. ما عده ای از کسانی که در ایران در هر حال
از این مسائل، از مشکلات خانواده هایی که اعدام می شوند، از متلاشی شدن خانواده هایی که سرپرست خودشون را از دست می دهند و خود را به سرنوشت می سپارند، و با کمال تأسف بعضی از همسران اعدام شدگان و فرزندان اعدام شدگان بیشتر به فساد و حتی فحشا کشیده می شوند، تصمیم گرفتیم که با کمک خواهی از هموطنان داخل ایران و خارج ایران بخواهیم از حاکمیت که دست بردارد، بس کند این همه کشتار را. و امروز وقتی خبردار شدیم که خواهران و برادران ما، هموطنان ما در خارج از کشور سمیناری تشکیل دادند تا در این مورد بحث بکنند، تا کمک کنند برای پیشبرد این هدف انسانی و حقوق بشری، بسیار بسیار خوشحال شدیم. و من به همه کسانی که در این نشست شرکت کرده اند تبریک میگویم به این راهی که انتخاب کردند. شما فرهیختگان وطن باید در هر کجای دنیا که هستید از این همه کشتار و خشونت اظهار نفرت بکنید و با هر وسیله، با مراجعه به سازمانهای بین المللی، به سازمانهای حقوق بشری، به سازمانهای انسان دوست بخواهید که حکومت ایران نظام ولایی بس کند، بس کند این همه خشونت و خونریزی را. ممنونم. پیامی بود از آقای دکتر محمد ملکی. و اما آخرین پیامی که برای شما در این پنل افتتاحیه پخش می‌کنیم، جمعه به ما رسید از دفتر آقای رضا پهلوی در حمایت از هم کنفرانس هم لغو مجازات اعدام در ایران. به دلیل اینکه این پیام صوتی بود و بیشتر از 10 دقیقه بود، ما این رو کوتاهش کردیم، فقط 5 دقیقه رو اینجا میشنوید، ولی کل صحبت ایشون و متن صحبتشون مثل ترجمه صحبت سناتور بادینتر و کل صحبت روی سایت انجمن قرار خواهد گرفت. لطفاً شماره 5 لطفاً. مرسی. همیهنان عزیزم، از فرصتی که به من داده شده است تا نظراتم را با شرکت کنندگان در کنفرانس احترام به حق حیات و لغو مجازات اعدام در ایران در میان بگذارم، بسیار سپاسگزارم. در 3 دهه اخیر کارزار لغو مجازات اعدام جهان شمول شده و هر ساله بسیاری از کشورها به جمعیت جنبش لغو کنندگان اعدام می پیوندند. اما رژیم جمهوری اسلامی در پیشبرد مجازات ضد بشری اعدام سرآمد دولت‌های جهان است. حاکمیت ولایت فقیه به نام خدا و دین از همان روزهای نخست استقرار خود در کشورمان با اجرای مجازات اعدام و کشتار ارتشیان و خدمتگزاران کشورمان بر بام مدرسه رفاه، محل آموزش و تربیت فرزندانمان، ماشین آدمکشی و خشونتزایی را به راه انداخت. شکنجه، اعدام و دفن مخفیانه شمار زیادی از کنشگران سیاسی در تابستان 67 همچنان بر بدنه زخم خورده ملت ایران خاطره تلخ آن سال هاست. در طی 35 سال گذشته تعداد زیادی از زنان و مردان بهایی، اهل سنت، مسیحی، دگراندیش و دگرباش را به طور ناجوانمردانه اعدام و به قتل رسانده‌اند. شاهد آن بودیم که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی تعداد زیادی از هممیهنانمان را به اتهام‌های واهی و بی‌پایه و اساس مرتبط با فهرست مجازات‌های منجر به مرگ در قوانین شریعت از جمله مواد مخدر، ارتداد، محاربه، جاسوسی، مفسد فی‌الارض به صورت فلعی اعدام می‌کنند. قانون مجازات اسلامی سندی مکتوب از نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت
و مغایر با تمام اهدامه ها و میثاق‌های بین المللی و منشور سازمان ملل است. زندانیان بلوچ کشورمان را به اتهام بیپای و اساس معاند به قتل می رساند. در سقز، شهر پهلوان پرور کشورمان، شیرکوه معارفی را بدون برگزاری دادگاهی عادلانه به قتل می رسانند. در ارومیه که دریاچه اش از جر این نظام بیکفایت خشکید، حبیب الله گلپریپور، جوان برنای کرد کشورمان را ناجوان مردانه به قتل می رسانند. در دولت تدبیر ولایت فقیه، از یک سو چند زندانی سیاسی را آزاد می کنند و در مقابل زندانیان عقیدتی را اعدام می کنند، ولی گفته می شود که زندانی سیاسی نداریم. ریحانه جباری به چه جرمی در آستانه اعدام قرار می گیرد؟ به غم‌انگیزترین شکل ممکن کودکان معصوم زیر 18 سال را اعدام می کند. با برپایی چوبه های دار در خیابان ها، صحنه توحش و شنیع سلب زندگی انسانی را در برابر چشم همگان به معرض نمایش می گذارد. قوانین مجازات مرگ و انتقام گیری برای نابود کردن و ترساندن مخالفین به دست حاکمین جمهوری اسلامی و اجرای آن به عنوان هدف قرار دادن نیل به عدالت، تنها چرخه خشونت را در تمام سطوح جامعه تشدید می نماید. همیهنانم، اکنون رسالت ما ایرانیان در تبعید و به دور از وطن در این راه ارزشمند، یک، همراه کردن جامعه جهانی و نهادهای سیاسی و مدنی در مقابل خشونت قرون وسطایی در ایران است. دوم، پشتیبانی از کارزارهای درون کشور همچون کارزار لگام و ترویج شادی و پرهیز از هر گونه خشونتی در جامعه است. و سوم، آگاهی رسانی و ترویج سکولاریزم و گیتیگرایی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دستیابی به حاکمیت قانون و ترویج فرهنگ نیکندیشی با استفاده بهینه از ابزارهای مدرن و رسانه‌های خارج از کشور در داخل ایران می باشد. در پایان، برای برگزار کنندگان این کنفرانس برای دستیابی به اهداف والا و انسانیشان آرزوی موفقیت دارم. پاینده ایران. ممنونم. از آقای دکتر لاجوردی خواهش میکنم تشریف بیارند که صحبتان خودشون رو مطرح بکنند. پوزش از اینکه ما یک ربع عقب وقت هستیم به دلیل مسائل تکنیکی، سعی میکنیم که این فرصت رو به دست بیاریم دوباره. آقای دکتر لاجوردی. سلام و درود دارم با احترام بسیار برای حضور خانم ها و آقایان در سالن و تمام مخاطبین ما در سراسر دنیا. بحث کنفرانس اعدام رو خانم رویا کاشفی تا اندازه معرفی کردند، بحث انجمن رو معرفی کردند، ولی من قبل از هر چیز به سهم خودم باز هم از یک مقدار کوتاه نابسامانی که داشتیم عذرخواهی میکنم و میخوام یادآوری بکنم خدمتتون که ما یکی از کنفرانس هامون که در شهر پاریس انجام میشد در 21 سال پیش یک جمعیت نزدیک به 3000 نفر توی سالن بودن. جامعه. و خب چند روز کنفرانس طول کشیده بود و از صبح ساعت 9 صبح تا 10 شب که گاه تا 1 بعد از شب هم طول میکشید. اونجا به ما کمتر ایراد گرفته میشد که آمدیم به شهر لس آنجلس و گفتیم از 2 بعد از ظهر تا 10 شب، که همه اعتراض بهمون میکنن که آخه یعنی چی، این چه کاریه دارید انجام میدیم. ولی به هر حال نکته دیگه‌ای رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. بعد از اینکه روزنامه ها نوشتند، از جمله روزنامه کیهان لندن نوشتش که جمعیتی متجاوز از 2600 نفر در 4 روز کنفرانس شرکت کردند. افرادی که از همه جای دنیا آمده بودند. اون موقع عنوان کنفرانس های ما ایران در آستانه سال 2000 بود
و همه سخنرانی های خوبی رو انجام دادن و قرار شد کتاب هم چاپ بشه و در حال یک شرح مبسوطی از کنفرانس نوشته شده بود، ولی آخر سر نوشتن که البته یادمون باشه که نون ساندویجا یک کمی سفت بود. در نتیجه حالا میخوام خدمتتون بگم که ایرادات ما بسیار، پارکینگ یکیشه، مشکلات مالی ما یکی دیگرشه، مشکلات ضمن سپاسگزاری از تمام هموطنانمون خاصه در لس آنجلس، به هر حال از اونجایی که ما غریبه هستیم توی این شهر، اون هم یک طرف دیگه است. ولی با این همه من از همه هموطنانمون در لس آنجلس و دیگر ایالت‌هایی که به ما کمک کردن سپاسگزاری می‌کنم. به جای خود محفوظ. اینی که خواستم حضورتون بگم، ما رو به چشمی نگاه بکنید که امکان پیدا بکنیم یک بار دیگه بیایم. قول میدیم این دفعه که بیایم 8 ساعت برنامه نگذاریم، بلکه بتونیم بکنیمش 14 ساعت. ولی قول میدیم که اون نکته‌ای رو که من همیشه دارم در یکی از کتاب‌های منم هست اینجا خدمت خانم‌ها آقایون، من باورم بر اینه که ما جامعهمون دچار یک مشکل شده. جامعه مثل فرد بیمار میشه، جامعه ما بیمار شده، بیماریش سرطانه، نوع سرطانش بی‌اعتمادیه و داروش هم اعتماده. هیچ راهی ما جز این نداریم که اگر کاری رو انجام میدیم تا حد امکان دقیق و درست باشه و در نهایت بتونیم که گوشه ای از این اعتماد رو برگردونیم. گفته میشه که به هر حال این کنفرانس ما سیاسی نیست، 100% سیاسی نیست. ولی آیا در حکومت جمهوری اسلامی در این 35 سال ما غیر سیاسی هستیم؟ ما با فجایعی که مواجه بودیم، مسائلی که مطرح می‌کنیم غیر سیاسی است؟ حتی در زمینه موسیقی که امروز بزرگترین تلاش رو داره انجام میده، بزرگترین مرحله موسیقی زیرزمینی تو جامعه ایران، غیر سیاسی هستیم؟ نه، من فکر می‌کنم ما آب خوردنمون هم سیاسیه. تنها مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما شعار سیاسی نمیدیم، ما جناح بندی سیاسی نمی‌کنیم. ما آرزو می‌کنیم که اگر در طی 35 سال گذشته شعار دموکراسی دادیم، با مفهوم دموکراتیک به قضایا نگاه بکنیم. آرزو میکنم من که یک روز دیگه پیش نیاد که ما بخوایم همه با هم یک کاری رو انجام بدیم. خوبه که اختلافات عقیدتی داشته باشیم، ولی هدف مشترک و منافع ملی داشته باشیم. دموکراسی یعنی این، نترسیم از هم دیگه، بغل دست هم دیگه بشینیم، جزام نمیگیریم حتما، عقاید متعدد و متفاوت داشته باشیم، ولی خودمون رو اداره بکنیم، از خودمون ایراد بگیریم که میتونیم مشکلاتمون رو با رعایت اخلاقی و پرنسیپ های سیاسی حفظ بکنیم. در رابطه با کنفرانس اعدام، من خدمتتون باید بگم کنفرانس گذشته ما که 5 ماه پیش انجام شد، روزی که ما کنفرانس رو افتتاح می‌کردیم در شهر کل آلمان، همزمان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنرانی کردند و گفتند که هر کسی مخالفت با اعدام بکنه مخالفت با اسلام کرده. ما امروز به دنبال این هستیم که توی این کنفرانس 2 روزه این بحث رو به عنوان یک بحث کلیدی باز بکنیم. ولی واقعیت امر اینه که هدفی که ما دنبال می‌کنیم نه به این دلیله که مخالفت با مجازات بکنیم، مخالفت با اعدام می‌کنیم و حتی از همه کسانی که موافقت با اعدام هم دارند دعوت می‌کنیم، چون عقاید اونها هم قابل شنیدنه. ما بحث رو به این ترتیب دنبال می‌کنیم که اگر که یک قتلی بالاترین جرم رو انجام شده، خب باید چه کرد؟ اگر یک کسی آمد و یک قتل عمد انجام داد، آیا درسته؟
که بره خانواده مقتول رو راضی بکنه با پول دادن و مستقیما از زندان آزاد بشه مجددا، چون امکان مالی داره همون کار رو بتونه تکرار بکنه. این نقص قانون مجازات اسلامی است. این بحث اساسی است تو جامعه ما. اگر یک قاتل وجود داره، قاتل باید مجازات بشه، اعدام نشه. دومین مسئله حق خانواده مقتوله. ما به یک باره از اونجایی که هیجان زده هستیم یا از این ور بام میفتیم یا از اون طرف دیگه، یا سیاهیم یا سفید، اصلا دیگه توجه نمی کنیم که خانواده مقتول هم یه حقی رو داره. میریم به دنبال این که بخشش از خانواده قاتل بگیریم. چقدر خوب که این بخشش به وجود میاد، ولی یادمون باشه اون خانواده مقتول هم حق داره. اون کسی که بچهشو از دست داده، همسرشو از دست داده، خواهر و برادرشو از دست داده، داره یه حق و حقوقیه تو جامعه. از نظر انسانی و از نظر احساسی ناگزیر باید جامعه بهش توجه بیشتر بکنه. بس به نظر من که صحبتم رو در همینجا خاتمه میدم، اعدام فقط چوبه دار نیست. اعدام فقط این نیست که در دوران 7 ماه گذشته آقای روحانی که آمارش وجود داره به طور متوسط در هر روز 2.3 انسان برای دار رفتن. چنین نیست. اون یک قسمت سبوانه و وحشیانشه. اعدام معنیش اینه که شما یک جامعه جوونی رو دارید. این جامعه جوون که 56.7 میلیون زیر 40 ساله، این جامعه ای که نزدیک به 20 میلیون نفرش یا خودش معتاده یا خانوادش یا درگیر با اعتیاده، جامعه ای که بالاترین درصد افسردگی رو داره به جای بالاترین درصد شادی، جامعه ای که به طور متوسط بر اساس آمار نظرسنجی وزارت علوم در یک سال 408 نفر دانشجو خودکشی میکنه، جامعه ای که میتونه بپذیره جوانهاش به اون شکل دچار بیکاری بشن با تحصیلات بالا و دچار افسردگی، بعدش اعتیاد، بعدش خودکشی، بعدش فرار از کشور، این جامعه یک نیاز رو طلب میکنه. اون نیازی رو که این جامعه طلب میکنه فقط و فقط یک چیزه، اون هم اینه که من نگم که بچه من که نبود، خواهر و برادر من که نیستند. من بگم که اون کردی رو که اونطوری میکشن، اون بلوچی رو که اونطوری سرپ نیست میکنن، اون عرب ایرانی، اون هر کدوم از افراد و آحاد جامعه من، همه مثل منن. اگر من به اینجا رسیدم، اگر واسه من بهایی و مسلمون و سنی و شیعه و نمیدونم زرتشتی و غیر یهودی فرقی نکرد، اون زمان من میتونم قدم بردارم. خواهش میکنم که این رو یک کمی روش بیشتر دقت بکنیم. مسئله ای رو که امروز ما سر اعدام مطرح میکنیم بحث کلیتری رو طلب میکنه. امیدوار هستم که این 2 روز کنفرانس با حضور متخصصین و کارشناسان بسیار با ارزشی که حضور دارن بتونه قدمی رو برداره و بتونه این کنفرانس ها ادامه پیدا بکنه، بلکه تو جامعه تأثیر پذیر باشه. سپاسگزارم.